مفقود شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و همراهانش بیش از 16 ساعت. و دست آخر، پیدا شدن آنها که همگی در سانحه هلیکوپتر کشته شده بودند، انتخابات زود هنگام در ایران را رقم زد. مجالی دیگر برای زنان که سعی کردند نامزد ریاست جمهوری شوند و مفهوم رجل مذهبی و سیاسی را به چالش بکشند. ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات این دوره یک تفاوت عمده هم داشت. 3 زن اصولگرا وارد عرصه انتخابات شدند. زهره الهیان، هاجر چنارانی و رفعت بیاد در کنار حمیده زرآبادی از چهره های اصلاح طلب زنانی بودند که برای نامزدی انتخابات داوطلب شدند. همانطور که پیش بینی می شد، این بار هم هیچ کدام از زنها نتوانستند از سد شورای نگهبان بگذرند تا شاید آرزوی داشتن خانم رئیس جمهور در ایران یک قدم به واقعیت نزدیکتر شود. راهی که اولین بار اعظم طالقانی در سال 1376 شروع کرد و همچنان ادامه دارد. در نهایت اینا آمدن واژه رجال رو گذاشتن، در حالی که دستور زبان ما اصلا زبانمون فارسیه، قانون اساسیمون هم فارسیه. ما نمیتونیم واژه عربی رو بیاریم تو متن فارسی ترجمه فارسی بکنیم. مهمترین عامل بازدارنده زنان برای رئیس جمهور شدن مبهم گذاشتن مفهوم رجل مذهبی و سیاسی در اصل 115 قانون اساسی است. لازم دونستم که قبل از اینکه این اصل 58 در جلسه 64 خبرگان قانون اساسی و با تأکید اکثریت اعضا بر مرد بودن رئیس جمهوری 3 بار به رأی گیری گذاشته شد. به فردا موکول شد اصل 115. منیر گرجی‌فرد تنها زن حاضر در میان اعضای خبرگان قانون اساسی به همراه حسن عزودی نسبت به واژه مرد برای رئیس جمهوری مخالفت کردند. مجلس نهایتاً در رأی گیری سوم واژه مرد با وجود تعداد اندک مخالفت‌ها به رجل تغییر پیدا کرد. مبنای ما همین مصوبه است، یعنی قانون اساسی که اصل 115 را دوستانی که حقوقی هستند میتونن مراجعه کنن. اصل 115 قانون اساسی است. و این مصوبه‌ای که من امروز عرض کردم، این مصوبه چه اوصافی رو ذکر کرده؟ گفته آقا مدیر، مدبر، رجل سیاسی و مذهبی یه حداقل سنی داره، یه حداقل سابقه‌ای داره، یه حداقل مدرکی داره. اصلا سراغ جنسیت نرفته، اسمی ازش نیامده. لذا هر کسی شرایط رو داشته باشه از جهت ثبت نام مانعی اگرچه به گفته سخنگوی شورای نگهبان منعی برای ثبت نام زنان وجود ندارد، شرایط همچنان برای آنها بازدارنده است. من موقعی که بعد به ورود وارد وزارت کشور شده، همه کارکنان خود اون وزارت که عجیب نگاه میکردم به نگاه تمسخر، یعنی این که اصلا چرا اومدی اینجا شرکت کردی، یا حتی خود خبرنگارانی که درون وزارت کشور وجود داشتن. خب من چون در صنعت سینما بودم یه سری خبرنگاران میشناختم و با تعجب، خب خانم ابراهیم من شما چرا اومدین اینجا؟ اما نگاه من نگاه دیگه‌ای بود که این حق منه و حاضر هستم به خاطر حقم در اون جایگاه حتی اگر ممکنه مورد تمسخر قرار بگیرم حضور داشته باشم. در جریان ثبت نام داوطلبان نامزدی در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها رسانه‌ها به زنان اهمیت چندانی ندادند، بلکه در مواردی تنها به پوشش آنها پرداختند. حمیده زرآبادی با مانتو و روسری به وزارت کشور رفت و رسانه‌ها آن را پوشش غافلگیر کننده نامیدند. بیشتر توضیح میدید که چادر کی حذف شد؟ بر اثر اتفاقات اجتماعی جامعه‌مون تصمیمم تغییر کرد و الان هم اعتقاد دارم که تصمیم درستی گرفتم و نوع پوشش با حجاب متفاوت. در این سالها مطالبات زنان فراتر رفته، اما چرا با وجود سقف شیشه‌ای که مانع از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری می شود همچنان ثبت نام می کنند؟ صرفا این یک حرکت نمادین و اعتراضی بود که من در اون سال در انتخابات شرکت کردم، که این یکی از حقوق اساسی ما هست که باید داشته باشیم در هر حکومتی، چه جمهوری اسلامی چه بعد از جمهوری اسلامی. این یک حقوقی هست که نیمی از جامعه ما باید نادیده گرفته نشن و حضور داشته باشن.
حال که رقابت انتخابات بار دیگر به کاندیداهای مرد دستچین شده شورای نگهبان محدود شده، تلاش زنان هم برای شکستن این صد همچنان ادامه دارد. روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابت از بین زنان شایسته سرزمین هم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب کنند. فرزاد سیف ایکاران، BBC.